بینندگان محترم جمهوری پنجم، سلام و درود به شما. در این برنامه بر پایه گزارش هایی که تازه در اختیارمان افتاد، از یک ویژگی جنگ روسیه و اوکراین صحبت میکنیم و آن هم این که حکومت کیف در جنگ ها علیه روسیه عمدتا روس ها و روس زبان های این کشور را ایذان میکنند. در یک کلام، عملا این جنگ جنگ روس با روس است، نه روسیه و اوکراین. شاید منطق حکومتی ولادیمیر زلنسکی این باشد که روسیه خوب به این مردم بگوید که روسیه سرزمین های شما را اشغال کرده است، بروید آزاد کنید خانه تان را، زمین تان. خب یک سرباز عادی کجا که حتی همین فرمانده کل جنگ از جانب اوکراین خود روس است، در روسیه زاده شده است و اکثر چهره های برجسته سیاست و جنگ اوکراین شروع از خود همین زلنسکی که تبل جنگ و دشمنی با روسیه را میزنند، هر چیزی را که بر روس و فرهنگ روس و تاریخ مشترکشان با روسیه است، حتی کلیسای ارتدوکس کیف را نابود میکنند. همه روس یا دست کم زاده مادر روس یا از پدر روس هستند. موضوع ما سر همین بحث است. ما سر همین موضوع بحث خواهیم کرد. خب میپردازیم به تفصیلات. اما در آغاز یک اطلاع جالب را برای دوستان برسانیم که نشریه آمریکایی نیویورک تایمز درباره دلیل اصلی این که چرا روسیه نخست به جنگ علیه روس اوکراین اقدام کرد، اعتراف جالبی را به نشر رساند. این نه اون چیزی است که ما و شما فکر میکنیم و نه اون چیزی است که تا حال در گوش های ما زمزمه کرده روانه با رسانه هاشان و مقاماتشان و هر منبع دیگری که هست. بنا به اعتراف نشریه آمریکایی، پس از سال 2014 هم، همان سالی که در کیف قدرت به زور به از سوی دست نشانده های غرب تصرف شد، ایالات متحده آمریکا 12 مرکز استخباراتی مخفی را در اوکراین ایجاد کرد و با کمک آنها به طور فعال به افیرها یا مخابرات روسها گوش میداد و اطلاعات درباره تسلیحات ارتش روسیه را برای مطالعه بیشتر به دست می آورد. با نوشته نیویورک تایمز، بس همین بود که روسیه مجبور شد به عملیات ویژه نظامی خود در اوکراین شروع کند. در گذشته نیز در این مورد نخست وزیر مجارستان هنگری ویکتور اوربان و نخست وزیر سلوواک روبرت فیتسو، یک کمونیست است، نیز اشاره کرده بودند. اما جالب این است که چرا چنین اعترافات را حالا خود امریکایی ها میکنند. خب نیویورک تایمز رو میدونیم که چی نشری است و کجا نزدیک است. ما میتونیم حاضر این سوال رو مطرح کنیم که چشمان غرب و مسئله اوکراین باز و بیمانی بودن حمایت نظامیش از کیف برملا شده است برای خودشان، وگرنه چرا مقامات بیشتر و بیشتر بر موجه بودن اقدامات روسیه تاکید میکنند و میگویند که ارتش روسیه برای حمله به اوکراین دلایل جدی در دست داشت. قضاوت از شما دوست. اما چه کنیم که یک جنگ ده ها دلایل دیگری ناخوانده و ناشناس دارد، ناشناخته، و حالا ما به چندی از آنها میپردازیم که فکر میکنم برای بینندگان جمهوری پنجم جالب خواهد. یکی هم این است که حکومت زلنسکی، طوری که در بالا ذکر کردم، و حامیان غربی او عمدن یا قصدن جنگ بین مردم روس را تحریک میکنند. با آتش اختلافات روس ها یا مردم سلاویان روغن میریزند. خب روس اوکراین را ما میدانیم که خب سلاویان یا اسلاو هستند، یعنی برادر هستند، از یک ارق و قوم یا ملت هستند، هر چی گفته میتوانیم. کیف همین به مناطق جنگ های شدید
من أفديفك وبخموت وكوبيانسك وغيره وهكذا عمدتا مردان و جوانان روس و روس زبان رو بسیج کرده است. آنها از مناطق جنوب شرقی این کشور، همین ولایت هایی که با رنگ زرد است، زاپاروژه، نیکلایفسک، اودسا، خرسون، دنیپروپتروفسک، خارکوف، دونیسک و لوگانسک و همه اهل کلیسای پراوسلاوی اوکراین است. بنا به برخی داده ها در این ولایت از 70 تا 90 درصد مردم روس نشینند. در ولایاتی که با رنگ کبود هست غربی، خب تناسب دیگر تر است، 20 به 80 است، 30 به 70 است، 50 به 50 است. مثلا شهر کیف رو میگویند که شهر خیلی 90 درصد روس زبان بود. اکنون دعوای ما این است که زلنسکی روسها را به روسهای کشور خودش را، شهروندان روس خودش را عمدن قصدن به جنگ روسیه میفرستد. اما تا به حال هیچ یک از مقام اوکراین یا روسیه در این موضوع که حکومت زلنسکی کیف محض روسهای کشورش را به جنگ با روسیه میفرستد تا به حال صحبت نکرده است. شاید اما صحبت ولادیمیر پوتین با تاکر کارلسون را اگر به خاطر بیارید، یک گونه اعتراف رسمی مقام درجه اول روسیه به بررسی گیریم. یادتون باشد پوتین یک قصه جالب رو کرده بود و کارلسون گفت که وقتی سربازان روس یک گروهی سربازان اوکراینی را محاصره کرده سر آنها صدا میزنند که تسلیم شوید تا زنده مونید، از اون طرف و آنها با زبان تازه روسی پاسخ میدهند که روس ها تسلیم نمی شوند. از زبان روسی روسکی نزدیوتسا. خب این یک بسیار جمله معروف است در میان روس ها و همه آنها کشته می شوند. اگر دوستان دیده باشند این قصه را پوتین خیلی با یک احساس غیر عادی بیان کرد و با اینکه او به چی اشاره میکرد هر کس خب خلاصه خودش رو میتواند کند، اما اصلا چی میخواست بگوید پوتین خودش میفهمد و خدا. از نگاه من وقتی این موضوع رو خوب تحقیق میکردم، بهترین و مستندترین مدرک یا شواهد شاید نوارهای ویدیویی باشند که در کانال های تلگرام نشر می شوند. و خصوص آنچه بنده خودم می بینم، پیوسته پیگیری می کنم، تقریبا 30 کانال هم روسی و هم اوکراینی رو از آنها شواهد و مدرک زیاد از همین واقعیتی که ما صحبت داریم به دست می آید. اکثر کلی جنگاوران اوکراین که کلیپ هایشان رو نشر می کنند، در اونجا حتی روسیه رو دعو می زنند و پوتین رو به زبان روسی دعو میزنند یا اونهایی که به اسارت میافتند همه با زبان تازه روسی صحبت میکنند، حرف میزنند بدون همین لهجه خاص اوکراینی که هست و اکثرا خود را روس معرفی میکنند. از صحبت های اینا برخی تفصیلات بسیار عجیبی دیگر بیرون میآید که ما به همین دلیلی بدون بحث بدون شک رو به دست میگیریم رد نشوند. اون هم این است که اونها قصه میکنن که برابر شروع جنگ از همون سال 2014 هم تا 2022 و بعد به ولایت های غرب اوکراین فرار کرده بودند، اما بیچاره ها اونجا نتوانستند از این معرکه بسیج مرگباری که وزارت دفاع اوکراین برای انداخته است خب در امان مانند، پنهان شود. حتی همین سازمان بین المللی مهاجرت، سازمان ملل متحده یک گزارش نشر کرده است و بنا به آن حدود 20 درصد از دعوت شوندگان، اونهایی که اعزام می شوند از میان مردم، این ارتش نه، حدود 20 درصد از دعوت شوندگان نیروهای مسلح اوکراین را ساکنان آواره و سرگردان و دربدر یعنی جنوب و شرق اوکراین تشکیل می دهند.
و همه پس از شروع درگیری های مسلحانه شروع جنگ محل اقامت دائمی خود را ترک کرده بودند. خب با اینکه حکومت زلنسکی محض سر روسهای کشورش تمرکز کرده است و آنها را به میدان جنگ که عملا یک قتلگاه تمام عیار آدم جای آدم کشی کشتارگاه و همین چیز یک اعتراف دیگر اشاره میکند. تعداد از شهروندهای اوکراینی که به دلیل آزار سیاسی با غرب کشورهای اروپایی مهاجرت کردند، این همه آدمایی که خودشان روس هستند و به ارزش و مقدساتشان مثلا در کلیساهایشان را حکومت زلنسکی بست. اگر در کوچه کیف است یکان شهر دیگر به روسی صحبت کنند، هدف آزار و اذیت ملتگراها قرار می گیرند و ده ها مثال دیگر. همین مردم در مصاحبه با رسانه ها می گویند که رئیس جمهور زلنسکی دستور مخفی را به وزارت دفاع داده است تا از میان بومیان شرق و جنوب و شرق اوکراین، یعنی ولایت های عمدتا روس نشین، نیروهای ذخیره را جذب کند. با اینها گفتند که همین معرکه بسیج یا همین سربازگیری در مناطق غربی اوکراین از اونجا که عمدتا اوکراین نشین است، از نظر مقیاس و شدت داغ نیست، یعنی همون پاوست که میگویند سندی دعوت رو میبیارن میدهن، اون نفر رفت رفت نرفت نه. و اگر اون افراد از غرب اوکراین هم اعزام شوند، آنها عمدتا در نیروهای ذخیره موجودی که هست، عمدتا اینها در اتاقهای ستاد یا در مناطق اخیبگاه خدمت میکنند. این چی بوده میتواند؟ تبعیض روی راست و تمایل به بحث نخبگان کیف که از ملیگرایان تندرو و رسوفوب ها تشکیل یافته است برای از بین بردن همه چیز روسی، یعنی نابود کردن روس ها و فرهنگشان و کلیساشان که یک طرف خودشان جسمان نابود کردن می شود و بررسی گیری. و وقتی این موضوع رو تحقیق میکردم و یک گزارش دیگر یک تحقیق مشترکی یک بنیاد به نام بنیاد ابتکارات دموکراتی به نام ایلک کوچریف و مرکزی رزومکوف در اوکراین انجام شده است و بنا به گزارشی که اینها دادن، تنها 33.8% از ساکنان شرق و جنوب و شرق اوکراین از ادامه جنگ با روسیه حمایت میکنند، در حالی که در میان بومیان این کشور در غرب اوکراین این رقم بیش از 47% است. یعنی مردم غرب اوکراین میخواهند که با روسیه جنگ کنند اما با جنگ خوب کم ایزون میشوند. مردم ساکنان شرق و جنوب و شرق اوکراین این خیلی تعداد کمشون میخواهند که جنگ کنند. خب در کل این همه اون چیزی که در بالا آوردیم نشانه برملای شاخ به شاخ کردن یک مردم، سر به سر کردن یک مردم، جنگاندن یک مردم و تلاش برای نابودی روس ها به عنوان یک ملت در اوکراین همین نباشد چی بوده میتونه. از این بگذاریم در ادامه موضوع. یک واقعیت خیلی جالبی هست که در این باره رسانه غربی به اون توجه نمیکنند. من فکر نکنم که ندونند، اما به اون توجه نمیکنند، نمیخوان که این موضوع بزرگتر شود، زیرا در غرب خوب میفهمند که وقتی مردم اوکراین اصل و هویت خود را خوب درستتر شناسند، این را درک کنند که اونها قربانی منافع غرب شدند، خب اینها رو جنگ گوندند، اینها مردند، امروز در صدد این هستند که مثل مردم افغانستان رها کرده روند غربی ها، خب در از این موضوع صحبت نمیکنه. و این هم چیست؟ اکثر نخبگان جنگجو و آتش نفس همین حکومت کیف
خود 100% روس هستن یا نیمه روس، مثلا مادر یا پدرشون روس هست، این هم نباشد یا پرورده خاک روسی هستن یا تفکر فکر روسی. حالا چند مثال میاریم درباره خود زلنسکی، از هم آخر صحبت میکنیم. به نزدیکی فرمانده کلی نیروهای مسلح اوکراین شخصی به نام الکساندر سیرسکی، یک جنرال بسیار مجرب، سابق فرمانده نیروهای خشکیگرد زمینی. این نفر زاده ولایت ولادیمیر روسیه است، ختم کرده مکتب نظامی شهر مسکو. هنوز هم خانوادهش، یعنی پدر و مادر و دیگر نزدیکانش، خیش تبارش در همین ولایت زندگی میکنه. و خب درباره اینجا تفصیلات زیاد هست که من فکر میکنم ضرورت به آوردن اونها نیست. از نزدیکانش یک نفر رو مثال میبیاریم، پسرش رو که ایوان سیرسکی نام دارد. این آدم در استرالیا زندگی میکرد. این جنگ خب اوم جنگ که شروع شد و خب یک به همین قریبی به روسیه برگشت، عضویت جماعی کزک ها رو به دست آورد. کزک ها یک مردم دیگری هستند، یک گونه قوم نه ملت نیستند، منتها روس و کزکی روس و کزکی نمیفهم اوکراین هم دارن کزک و یک مردم عجیب هستند اینا، یعنی یا مربوط به روس هستند یا اوکراین. خب این مردم سلاویان سلو، این به همین جماعی کزک ها خوب اعضا شد. حال می خواهد که شهروندی روسیه رو گیرد. خب تصور کنید اگر این مرد خدا به جنگ رود، این دیگه این جنگ نمی شود، یک جنگی پدر و پسر خواهد شد، جنگ رستم و سهراب برای موش مو روشنتر. هم کینه هندی را هم خب خواهیم دید، هرچند که سیرسکی بر رسانه ها خبر داده است که این جوان پسری همسر قبلیش است، یعنی از اون نیست، اما نسبش نسب این جوان که سیرسکی است. ما و شما نمیتونیم رویم رو فهمیم که در اصل این واقعا فرزندیمون نبودیم، خوش شاهد این حوادث، اما این به این هم قضاوت کرده نمیتوانیم که این جنرال از فرزندش دست کشیده است یا این چی است. از این کس میگذاریم به همین فرمانده کلی پیشین اوکراین والری زالوژنی. خب گفتیم سیرسکی روسی کرک است، ما تاجیکا کرک میگیم، روسی تازه است، از پدر از مادر روس. والری زالوژنی برعکس، از پدر از مادر اوکراینی است، از غرب اوکراین هم هست، همون سرزمین بندیرا. تولدش هم 1973، جوان، تمام تحصیل نظامی را در اوکراین انجام داده، پشت به پشت نظامی است. اما وقتی پشت به پشت میگویم، این تفصیلات رو میارم به اون خاطر که خب در ادامه باز در این برای نتیجه گیری ما کمک خواهد کرد. پشت به پشت نظامی بودنشان به چی معنی؟ پشت به پشت نظامی بود یعنی در دوران شوروی پدرش که نظامی بود، به طور خودکار محصول فکر و مکتب روسی بود. و خود زالوژنی هم خودش شخصا به صراحت اعتراف کرد که بسیار احترامی به اندازه به والری گراسیموف، سردار ستاد کل روسیه، لیدر ارتش روسیه. و حاضر این گراسیموف فرمانده جنگی اوکراین است از طرف روسیه. و زالوژنی گفت که بیشتر از همه کتاب های گراسیموف رو میخوانند. گراسیموف واقعا یکی از تئوریتیک ها یا نظریه پردازان بزرگ زمان ما در ساحه نظامی است، بیشتر کتاب های همین رو میخوانند. و اعتراف کرده بود که سال گذشته این در عین جنگ در روسیه فقط یک نظامی است و آن هم گراسیموف، یک فردی حرفه‌ای دانوترین اما بیرحم. چرا بیرحم؟ حاضر خواهم گفت. یک سال پیش
Як сол пеш аз ин дар сентябрь 2022. Ами залужник гуфта буд ки эътирофи худаш бар асоси доктрини низоми Русия бузург шудааст. Яъне дар пофикри Русии ва бузург шудааст. Ва маҷмӯе аз осори Герасимовро дар дафтари худ нигоҳ медорад. Вай ба сароҳат гуфта буд ки ман ҳама чизҳоро ки ҳама китобҳоеро ки Герасимов навиштааст хондам. او باهوشترین مردمان است و انتظارات من از او بسیار زیاد بود. خب این اشاره شد پشتش نمی رویم. اما به این می پردازیم که والری گراسیموف کیست؟ من کمک از صحبت می کنم برای روشن کردن موضوع. والری گراسیموف لیدر یا سردار ستاد کلی روسیه، فرمانده جنگ اوکراین از طرف روسیه. این همون نفری است که کتاب های او را در تمام اکادمی های جهان نظامی جهان می خوانند. اما نکته جالب ترینه که در جنگ اوکراین هست و با گراسیموف ربط دارد این است که وقتی روس ها 24 فوریه 19 20 21 جنگ را شروع کردند، او فرمانده جنگ دو سه طرفه بود، یک فرمانده کل وجود نداشت و تا 11 ینور 2022 23 که والری گراسیمو فرمانده کل جنگ تعیین شد، همین روس ها می ارتش دویم جهان مثل یعنی ساده کردن بگویم مثل طالبان جنگ میکردن، به رب به نظام وزارت مثلا داخله هم می جنگید به یک فرمانده علاهیده، واگنر هم در یک جو می جنگید، مرزبانو یک طرف دیگر می جنگیدن و وزارت دفاع یک طرف دیگر. خب مثل همین طالبان به نظم برفت. اما وقتی که گراسیموف آمد به فرمانده جنگ، آن زمان جنگ روسیه یعنی جبهه روسیه شکل و نمود خود را گرفت. جنگ علمی همان زمان شروع شد و تلفات روس ها هم کم شد و تمام زمین خوب جنگ آدمایی که نظامی هستن خودشون میفهمن، یعنی جنگ یک علم است. وقتی جنگ میکنی، وقتی پیش میروی، باید خوب خط در کجا باشد، باید چقدر پیش روی، در کجا خط زنی و سلاح و تسلیحات چگونه باید تامین شود، خب گپ های دیگه. می گراسیموف واقعا ده های نظامی در زمان ما است و جنگی که حاضر در اوکراین جرایان دارد، جنگی که روس ها میکنند را همین نفر رهبری میکند و والری زالوژنی به امر تقدیر شاگردش در برابرش قرار داد تا به همین نزدیکی. خب چی شد؟ شد جنگ استاد شاگرد. نفر دیگر، نفرهای برجسته که حکومت زلنسکی دارند، یکی از به نام اندری یرمک رئیس دفتر زلنسکی، بنا به اطلاع رسانه های روسیه هم از پدر و هم از مادر روس است. خب بعضی میگویند که از بلاروس است و یک پدرش یا مادرش، خب مهم نیست. این آدم پدرش سالهای 82 همین وقت جنگ افغانستان در سفارت شوروی در افغانستان کار میکرد. حتی از سال 1989 نماینده تجاری شوروی در افغانستان بود. پدرش خودی ارمک کسب حقوق شناس دارد، اما بیشتر معروف است به پرودوسری سینما، هم تهیه کننده فیلم ها. یک شرکت سینما هم دارد به نام گارنت اینترنشنال میدیا گروپ. این تفصیلات رو برای چهاره من توری گفتم، من در نتیجه گیری میکنم. یکی دیگر است به نام میخائیل پودولیاک، مشاور زلنسکی، این همونی که بسیار صحبت میکند و مثلا بیشتر گپ های معقول برای غرب میزند. این نفرم از غرب اوکراینه، متولد لوف است، ختم کرده دانشگاه طبی بلاروس با اون خاطر که مادرش بلاروس بود. کسبش هم دکتر مثل دکتر عبدالله خودمونو، دکتر نجیب اللهی و
دکتر ها که خب وقتی به سیاست رو آوردم، یعنی این بعضی معجزه ها را باید ما منتظر باشیم، انتظار باشیم. اما این یگان روز در کسب خودش، یعنی دکتری کار نمیکنه، دکتری کار نمیکنه، پیشه روزنامه نگاری را میگیره. در یک روزنامه اپوزیسیونی بلاروس کار میکنه، اما به زودی رانده می شود استخباراتی بلاروس با او هشدار می دهند که خب بلاروس را ترک کند و این می آید به اوکراین دموکراتی. و در اینجا سال 2005 بعد همون انقلابی که سال 2004 کرده بودند نیروهای رو به غرب در اوکراین، تعیین می شود سردبیر یا مدیر مسئول اوکراینسک پراودا، مهمترین نشریه حکومت اوکراین. در زمان شوروی تمام این کشورها اساسا این پراوده پراوده بودن، نشریه حزب کمونیست بود. خب بعد حکومتی شدن این پراوده ها، یعنی حقیقت، حقیقت اوکراین. بعد یک مطلب نوشت در همون وقت و در آن ادعا کرد که ویکتور یوشنکو مسموم، ویکتور یوشنکو را مسموم کردن و کیها افراد نزدیک به خود یوشنکو، جاسوسان مسکو. خب نامهای دقیق بودن که من نامه نمی برم برای خودتون ضرورت نداره. همین آدم میخیل پودولیاک سه برادر دارد و یک برادرزاده یا خواهرزاده که همه فوتبال باز هستند و فوتبال باز تیم اوانگارد شهر کورسک روسیه. این او خوب این آواز هم سر میکند که یک برادرش کارمند جی ار یو یا گریو کشف نظامی وزارت دفاع شوروی بودگی است یا روسیه. خب چون این هم آواز هم هست، اما این آواز ها رو خب تایید نشدند. و اما خودی پدالیاگ یک وقت تکذیب کرده بود. شخصی دیگری که میگم، این بسیار شخصی بسیار عجیب عجیب کجا که یک مشکوک و مرموز است. روسا میگویند تیوم نلشت کرد، یعنی اسپک سیاه که نمیشه از شنخت کی. کیریل بودانوف، نمی چشماش که مثل خماری فقط صحبت میکنه، سردار ریاست کشف نظامی ارتش اوکراین. این برای چی مشکوک و مرموز؟ در یگان جا، نه در رسانه ها، حتی این روس ها رسانه هاش می نویسند که خب درباره پدرش و ملیت یعنی آدم هیچی معلومات نیست. خب اینا روس ها که اینا باید استخبارات اشکار کنند، دانن که این کی هست، از کجا هست. فقط این چی معلوم است که زاده کیف است، مرکز پایتخت اوکراین، اما در قریم بزرگ شده است، در نیم جزیره قریم. اکو این روس بدبین یا روسفوبی مثلا رقم اول قریب محسوب می شود. مخصوص یه بار گفته بود که ما روس ها را هر کجایی که پیدا کنیم باید بکشیم. خب معمولا چنین اظهارات های ضد روسیه، اما هر کسی که ضد روسیه چقدری که حاضرن در کشورهای ما و شما هر کجا که صدا بلند کردید، بسیار برای غرب خوش می آید و اگر پروژه یکان چیز هم داشته باشید پیشنهاد کنید، حتما فکرتون رو میکنن. این آدم من در عموم فکر میکنم که از امون زیلینسکی و دیگر ها شروع، وقتی اینها اظهارات ضد روسی بسیار شدید میدهند، این به خاطر من فکر من ما گفتیم نه اینا خودشان روس هستند، این نه به خاطر است که روس ها رو بد میبینند، بلکه به خاطر این است که غرب رو، آمریکا رو خوش کنند. و هر قدر که شما مجسمه روس رو خراب میکنید، کلیسای روس رو میبندید، همون قدر برای اونها خوش میاد و همون قدر اونها آماده میشوند که برای شما چی دهند، پول دهند، میلیون میلیارد ها. اینا تمام همین کار را کردن می رهبرت اوکراین. حاضر فقط نو که اتحاد اروپا پنجم روزی شد که پنجم میلیارد اختصاص دهد که خب هیچ فکر نکنم به دردش خوره. اما دمی کیریل بودانوف یک جمله دیگر من بگویم، از افراد خاص CIA است، فرزند CIA در CIA آماده شده است و CIA یعنی استخبارات آمریکا سرش بسیار حساب میکنه.
میرسیم به نفر اصلی. او اصلی هم نیست اما از روی وظیفه اصلی است. ولادیمیر زلنسکی. این آدم از پدر و مادر یهودی است. اما در ولایت دنیپروپتروفسک، یعنی قسمت اصلا روس نشین و روس گفتاری اوکراین بزرگ شده است. فکولتی حقوق شناسی را این هم در شهر کریوی رو که زادگاهش خط میکند، اما یگون روس همچون حقوق شناس کار کردگی نیست. دستی کم در ترجمه هولش چنین آمده است. اما این آدم از صنف 11 هم در محفل کوین، این کلوب وسیولیخ این نخود شویخ میگم به زبان روسی، ترجمه اش هم به زبان ما و شما باشگاهی افراد شاد و مدبر. اما هر کسی که با روسیه آشنا است این مسابقات را که میان دانشجویان میگذرد اونجا طنز دارن و این همین شادی و مدبری و هر چی میکنن، مردم رو میخندونن و هر قدر که خوب خندوندی مردم رو، خوب در ظرافت و نزاکت و لطافت صحبت هد که خوب زیبا بود، خوب پیروز میشوند. یک مسابقات بسیار بزرگ برگزار میشد از زمان شوروی به فکرم تا حاضر ادامه دارد. یک برنامه خیلی معروف است و همین ولادیمیر زلنسکی در همین کوین که از نامی اوکراین می اومد در مسکو هنرنمایی میکرد مشهور شد در روسیه. این آدم وقتی مشهور شد برگشت به اوکراین و در اونجا یک استودی کوارتال 95 و یک تلویزیون هم به نام اینتر، قدر تلویزیون معروف هم نبود اما خب تشکیل کرد. اما اگر شما به سراغ تمام برنامه ها و پروژه ها و هر کاری که این مرد خدا کرده است بروید، هیچ که به زبان اوکراینی نیست. حتی در آغاز که به زبان اوکراینی صحبت میکرد خیلی ضعیف صحبت میکرد، همه به روسیه، به زبان روسی. با تمام تلویزیون های روسیه در گذشته با اکثر کلی زیاد تلویزیون های معروف روسیه هم کاری داشت. اون حتی اما ما گفتیم یک نفر شوخ بود، وقت در وقت جوانی هاش سبتش در چی هست؟ من در ریل های در این کت های کلیپ های یوتیوب و فیسبوک هست. در اونجا این من اصلا اونجا دیدم، حتی همون زمان هایی که هنرمند بود شاید تصورم نمیکرد که به چنین روز میرسد. این گبرو هیچ وقت نمیگفت از یک جنگ اوکراین و روسیه صحبت میکند. اون همیشه جنگ اوکراین و روسیه در بحثش بود در میان مردم روس و اوکراین و هیچ کس تصورش نمیکرد. خب اتفاق افتاد دیگه چیکار کنیم. و در همون یک برنامه در یک هنرنمای در یک صحنه یا نمایش میگوید که روسیه اگر حمله کند من تر میکنم. خب اول دوستان میپرسن که اگر چنین باشد میگویی، پس چی جن زد این مردم را که با برادران خود می جنگند؟ روس های اوکراین با روس های روسیه یا روس های روسیه با روس های اوکراین؟ همین تیمی که از من در بارشون صحبت کردم از نگاه غرب وطن دوستان محافظان اوکراین مدافعین منافع ملی اوکراین خب چنین تصور معرفی شدن و این محافظ مدافع بودنشان هم برای چی؟ برای اینکه با روسیه متجاوز می جنگن. 2014 که النر و دینر همین دونسک و لوهانسک خب استقلالیت نه از مختاریت خودشون رو از اوکراین اعلان کردن. اما خب این تعریف و توصیف همون زمانی بود که همین آفیس یا دفتر زلنسکی رو هنوز فاسد نمیگفتن که امروز ها میگوین اگر دفتر فاسد تمامی اسنادشون دیگر همش فاش شد. این ما همین تیم همین مردم به چی کار مشغولن؟ خب برای همین ما معلوم است که در اصل غرب از این وطن دوست و قهرمانانی در ناخونک چگونه سود میبرد و این افراد را که اکثرشون از 40 یا 50 ساله پایانن، تجربه سیاست و جنگ و حتی زندگی رو ندارن و ما
دقیق ما هم میفهمد که اینو جیگه بیخورانی همی خانی هم غرب هستن، همین رو برای چی جمع کرده است؟ وگر نه که منطق کجاست، کجاست دوستانی عزیز؟ بودانوف 37 سال نورد، اگر 38 سال نشد، 38 سال نشده باشد، چون این یک جوان رو گذاشتن در صدری اداری مثلا کشف نظامی. اکنون همتای روسش رو اگر که من راستی نمیشنوزم خدا مداند کی است. بیاید خانه مثالی که ما و شما همین زلوژنی که تا دیروز فرمانده کلی جنگ بود 51 ساله، شما چگونه همین نفر رو در مقابل گراسیموف که خب یک دههای یا یک نظریه پردازی، حتی میگویم که یک نفری عملی مثلا نظامی، چطور میتونیم هر دین در کنار هم گذاریم، در همین پلی ترازو گذاریم؟ این قریب 70 سال دارد و چقدر تجربه، چی چیزهایی رو دیدگی نیستم. جنگ افغانستان هم دیدگی هست نیود. اما این چیز همین رو متحد میکند، این یک تیم بل عجب رو. چیزی که اینها رو متحد میکند از نگاه من، یا اونها رو در اطرافی خود جمع میکند، هم ایده است، منفیت است، هر چیزی که میگویید از نگاه سیاسی همون نوزیگری و روسیتیزیشون است که طور دیدیم، چون این جوانان نبودن هیچ وقت اینها، یعنی به روسیت دشمنی خاص نداشتن. اما قدرت غرب رو بینید که چنین یک تیم عملا روسی رو ایجاد کرد ضد خود روسیه. این مردم حتی زبان اوکراین رو درست نمیدونن، اما با هر چه روسیه است دشمنی میورزن. واقعا این از معجزه های غرب است. دوستان همین نازی های اوکراین، برای اینکه خوب فهموتر شود، باور دارم شما فهمیدید، اما فکر میکنم این را هم بگویم خب باز فهموتر می روشنتر می شود. همین نازی های اوکراین که قریب مال تاریخ شده بودن، اینها از دیگر تا خب به میدان آورده شدن، مثل همین طالبان افغانستان، مثل همین ها هستن. اینها از یک قوم یک کشور یک کشور هستن، اما علیه خود همون کشور ایجاد شدن از سوی غرب، تا غرب به وسیله آنها منافع خود را برآورده کند و برنامه های خود را پیاده کند و آنها را همچون ابزار علیه رقیبانش روسیه و چین و ایران، و من حتی فکر دارم در مورد اوکراین میتونیم اروپا را هم به قطار رقیبانی امریکا داخل کنیم، علیه همینو استفاده میبرم. خلاص مثلا از این همه خودتون تصور کنید، از این همه اکتیور یا هنرپیشه مضحکه، کومیک یا پرودوسر سینما و دکتر و روزنامه نگار که با فقط بلطف امریکا بار اول کرسی و چوکی منصب و پولهای کلان میلیاردها دلار را دیدن، چرا چنین تیمی هم خوب جور نشود؟ میگوید حتما شما میگوید به خودتان. اکو همین تیمی بلعجب رو گذارید در روی در مقابل پوتین و شویگو و گراسیموف و پتروشف و دیگر و دیگر رو. خب چی میشود خودتان تصورش رو کنید. ملا عمر، اختر منصور، هیبت الله، امید کرزی، اشرف غنی، ماهیتا همون یوشنکو و پراشنکو و زلینسکی و غیره و حکازه اوکراین است. و جالبی اش در این است که هیچ یکی از آنها شایستگی حرفه‌ای و تجربه دولت داری را نداشت. این همین مردم به تجربه بودن که خب خودشان را زدن کردن کله به کله شخ به شخ با روسیه، همسایه خودشان، خیش تبار خودشان که در بورت در بالا صحبت کردیم. جالبی که غرب همین اوکراینی ها را هم مثل که سیاست مداران افغانستان را آماده کرده بود، مثل همین آماده کرد. مثلا همین فرمانده کل سیرسکی را که ما مثال آوردیم، بعدی که تعیین شد رسانه های غرب شروع کردن به تعریف تفصیل و یک بسیار لقب جالب موندن، ماتماتیک جنگ، یعنی ریاضیدان جنگ.
تعریف و تشویق رو بین خودتون. اما نامعلوم این ریاضیدان چی برای کدام دست آور چنین تعریف تفسیر. اما زلوژنی را سال 2023 در میان 100 فرد با نفوذ جهان جا کردند، رسانه های غربی. زلنسکی را یادتان باشد در سال 2022 با نفوذ ترین سیاستمدار جهان عنوان کردند. یا بگیر مثل که اشرف غنی را مغزی متفکری دوم به سیم جهان معرفی کرده بودند. اینا اونقدر حتی خودشان به همین گپ ها باور کردن و میکنن همین مردم. همین میخیل پادولیا که گفتم سخنگوی و بسیار صحبت کردن رو دوست میداره و بسیار اظهارات بل عجب و واقعا زید دروسی رو شاید اذیت کرده گست کسی یاد میتش. خب میدم این میخیل پادولیاک در یک برنامه من شنیدم که بصراحت چنین گفت: ما الیت جهانی حل میکنیم که خوب آینده جهان چی شود. تو کجای الیت جهانی این شهر کن میکنیم گپی یک نفری هست در این سبت هایی که از افغانستان میوید یک چور میگوید که انا گندگی، ما میگیم انا مسخرگی. خب امین فرقی امین طالبان و به اصطلاح این الیت جهانی نظیر همین غنی و زلنسکی ها فقط این است که طالبان رو در پاکستان پرورش داده بودند و طالبان و تمام سازمان تروریست رو و این تکنوکرات ها پرورش شدن در غرب. اما تاریخ یک چی رو ثابت کردی، تنها کاری که این افراد توانستن کنن دستاوردشان خرابی و بربادی و ویرانی وطنشان و قربان کردن مردمشان به منفعت خارجی ها. یادتون از طالبان 30 سال مردم افغانستان رو چگونه کشتن و اینا تمام شاید 30 سال پلانی طالبان رو در همین 2.5 سال بود کردن. حالی اما ببینید که طالب با افغانستان چی میکند و این نوزی های اوکراین با اوکراین، اوکراینی نوزنین یک کشوری واقعا نوزنین بود چیکار کردن. اگر اینها واقعا یک نیروی ملی باشند تلاش میکنند که با مردم خودشان کنار آیند، یعنی این اوکراین ها با روس ها کنار آیند، اینو روس ها رو برملا تعویض میکنند. برای همین دینازیفیکات یا ملتگرای زدایی که روس ها براه انداختن با همسایه هاشون که با همسایه که حقش به حق خدا برابر است تعامل و معامله میکنند، یعنی مستقلانه رفتار میکنند، هم خودشون تو هم خودشون رو هم بر ندهند و دیگران رو هم. اما این مردم نیست، چنین نیست. اینو محض برای اجرای همین وظیفه اومدن که وطنشون هم خراب شود و برای همسایه‌هایشون هم مشکل پیدا شود. یک حکومتی واقعا ملی واقعا مستقل یا چنین کار رو میکنه. شما اگر دشمنی هم با همسایتون با مردمتون داشته باشید با نیروهای شما تا نیروهای علاهیده در داخل کشورتون، شما حتما باید تلاش کنید که دل آنها رو به دست آورید، رضایتشان رو به دست آورید و جامعتان رو امن و آرام کنید. اما این گپ رو به کی میگویم؟ حاضر ما میگویم. خب من یادتان باشد دوستانی که خوب من رو میشنوند، تشکر به اونها که میشنوند، یک نکته رو تو در برنامه های گذشته گفته بودم که همین وطن دوستانی آتشین زلنسکی و دیگر ها هیچ عجابه ندارد که جاسوسان خود روسیه نیز باشد، چون هر کاری که اینها کردند و میکنند حتما بدون بحث به زیان غرب تمام میشود و به نفع روسیه. آیا چنین نبود؟ او قدر تکنیک و تسلیحات غرب رو کی آورد در میدان های جنگ اوکراین نابود کرد و چه قدرش هم افتاد به دست روسیه. هم ابرامس که تانک تعریفی امریکا رو هم که یکش رو خوب زدن. اما من شما رو نمیدونم دوستان، همین بنده به این فکر به این که اینها میتوانن که جاسوسان روسیه باشن باور دارم. همین شاید پوتین هم بهودن نگفت که روزها تسلیم نمیشن. حال خداوند نگهبان شما باشد دوستان عزیز، بینندگان محترم جمهوری پنجم. شما رو به پناه
خداوند یک کامش برام تو برنامه دیگر.